به دنبال مسمومیت نزدیک به 80 دانش آموز دختر در استان سرپل افغانستان گروه طالبان فعالیت تمامی سازمانهای داخلی و خارجی که در بخش آموزش فعالیت داشتن را در این استان متوقف کرده است منابع محلی گفتند که این اقدام از سوی استاندار طالبان برای سرپل اعلام شده است همزمان با این برخی منابع در استان فراه هم مرز با ایران نیز از مسمومیت دانش آموزان یک مدرسه دینی در این استان خبر می دهند. به گفته منابع این دانش آموزان دختر که تعدادشان در حدود چهل تن می باشد پس از نوشیدن آب دوچار مسمومیت شدند. منابع همچنان میافزایند که شماری از این دختران دانش آموز حوالی ساعت ده شب گذشته به دلیل وخامت وضعیت سلامتشان به بیمارستان استانی فراه منتقل شدند. یک منبع مردمی نیز میگوید که آبهایی که این دانش آموزان استفاده کردند توسط موادی آلوده شده است. تا کنون مشخص نیست که این آبها توسط چه کسی یا گروهی آلوده شده است. با گسترش زنجیره مسمومیت دانش آموزان دختر از شمال افغانستان به استانهای هم مرز با ایران نگرانی ها از آغاز دوباره مسمومیت دانش آموزان دختر در استانهای ایران افزایش یافته است آذر ماه سال گذشته شمسی بود که مسمومیت زنجیری در مدارس دختران ایران از شهر قم آغاز شد و به دیگر شهرهای این کشور سرایت کرد. پس از آن در شبکه های اجتماعی گمان, گمان زنی ممنی بر دست داشتن مخالفان آموزش دختران در مسمومیت های زنجیره مدارس ایران مطرح شد.